یک شب ما میرفتیم خونه ده خدا، مینوی بودش، صادق هدایت بود و من، و ده خدا به صادق هدایت گفتش که خوب بودش، پران چیز خوندم، خیلی خوب بود، خوب کاری کردی. بعد گفتش که شماها شاهزاده های ادب هستید. بزرگ علوی، راوی غربت نشین وطن. سید مجتبی آقا بزرگ علوی، معروف به بزرگ علوی، متولد 13 بهمن 1282 در تهران. پدر بزرگش حاج سید محمد صراف، نماینده دوره اول مجلس شورای ملی از صنف تجار تهران که نام خانوادگی علوی را برگزید. پدرش ابوالحسن از آزادی خواهان مشروطه خواه. در جوانی برای تحصیل همراه با پدر راهی آلمان می شود و آنجا چند اثر ادبی آلمانی را به فارسی برمی گرداند. سال 1307، بازگشت به ایران. با صادق هدایت، مجتبی مینوی و مسعود فرزاد گروه ربعه را تشکیل می دهد. با نگاهی انتقادی به جریان قالب ادبی آن زمان، جریانی در دست 7 از ادبای کهنکار معروف به ادبای سبعه. گروه ربعه آنان را مرتجع و کهنه‌پرست می داند و در کافه های تهران تشکیل جلسه می دهد. شوق داستان نویسی را هدایت در بزرگ علوی ایجاد کرد. مجموعه داستان کوتاه چمدان از نخستین کارهای او به سبک هدایت و جمالزاده نزدیک بود. از اعضای گروه 53 نفر بود که در سال 1316 به زندان افتاد. ورق پاره های زندان را در دوران حبس و در تشریح آن می نویسد. روی کاغذ قند، کاغذ سیگار و پاکت میوه و شیرینی. شهریور 1320 آزاد می شود. از جمله کسانی است که حزب توده را بنیان می گذارند. کتاب 53 نفر را می نویسد. داستانی تاریخی درباره آنچه بر سر این گروه رفت. من هر چی که تا به حال نوشتم همیشه انعکاسی از اوضاع ایران است. سال 1327 دوباره به زندان میافتد و 2 در حبس سپری میکند. سال 1331 انتشار رمان چشمهایش، برجسته‌ترین و معروف‌ترین اثر ادبی آن زمان، از معدود داستان‌های آن سال‌ها که یک زن با خواسته‌ها و احساساتش در آن حضور دارد. بعدها برای همیشه از حزب توده کناره‌گیری می‌کند. در 49 سالگی و پس از برکناری محمد مصدق، ایران را ترک می‌کند و ساکن برلین شرقی می‌شود. استادیار دانشگاه هومبولت برلین می‌شود و تا 65 سالگی در آنجا مشغول به کار میماند. رشته ایران شناسی و زبان فارسی را پایه‌گذاری میکند و لغتنامه فارسی آلمانی را با همکاری پروفسور یونکر تدوین میکند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای مدتی کوتاه به ایران میآید. نمیتواند بماند و به آلمان شرقی برمیگردد. گیل مرد، سالاری ها و موریانه از جمله آثار سالهای پایانی حیات اوست. تأثیر قربت در نویسنده خیلی غم‌انگیزه. ببینید، اگر تأثیر قربت رو در شخص من بگیرید، که سخت‌ترین ساعت زندگی من این بود که من میدونستم یه چیزی نوشتم و دلم میخواد بدم دست یک کسی بخونه و ندارم و خواننده ندارم، و اگر مثلا فرض بکنی در یک مجله چند تا داستان منتشر کردم، فهمیدم که
خواننده نداره، از ایران نیست. این خیلی بد است. بزرگ علوی سرانجام در 21 بهمن 1375 بر اثر سکته قلبی درگذشت و در گورستان کلمبیا دام برلین به خاک سپرده شد.